شب همتون بخیر تحلیل اخبار 15 همه دی ماه 1399 اینجا تنها پیج مسقال مسقال به غیر از این پیج که آدرسش توی اینستاگرام مسقال آندرلاین کامه هیچ پیج دیگه تو مسقال تو اینستاگرام نداره مراقب باشید فریب نخورید یه خواهی اینجا اول بکنم توی تحلیل بعد از گزارش گزارشا رو اخبار بورس رو یادم رفت بخونم دیگه عضو میخوام حالا اگر فرصت کردیم وقت شد سری اونایش که مهم بود تیتوار میخونم که از, جر... نه از قلم نیفته بریم سراغ اخبار قیمت تخم مرغ به شانه چهل و پنج هزار تومن پر کشید فقط میتونم بگم ازخواهی میکنم دیگه تفاوت چشمگیر قیمت خرما از مبدع تا بازار اینم خرمامون اونم تخم مرغمون دیگه. یکی کم تو داره میاد دیگه من فقط میخونم خبرهای بعد و دیگه لازم رو چی بگم اخه مدیریت وقتی نداشته باشه مملکت همینه دیگه, دیگه خورما رو نمیتونه مدیریت کنه دخم مرغ رو نمیتونه مدیریت کنه بعد میخواد کشور داره کنه رئیسی احتمال واردات واکسن فایزر کم است اگه درست بخونمش خب دیگه البته که آقای نمکی فرمودن که خبرها رو از من بگیرید در مورد واکسن از بقیه نگیرید ولی به هر صورت رئیسی اومده گفته که احتمالش کمه نمکی هم گفته که کرونا فعلا تمام شدنی نیست خودمونم بلدیم خودمونم میدونیم و کرونا تازه انگلیسیش اومده نه فقط تو ایران تو دنیا تمام شدنی نیست اون واکسنی هم که به دست اومده تمومش نمیکنه کرونا تا ابد با ما یک ویروس این هر سرماخوردگی دیگه ای فقط یه ذره بدتره اونم واگیردارتره و روز به روزم داره مدلای متفاوت میشه مسلما هرگز دست از سر اون بر ولی حالا واکسنش بیاد یه مقداری گرفتاری و کم میکنه ولی نه یه بیماری اومد رو بیماریامون متاسفانه موند ولی دو تا نکته است یک شما عروسیتونه کرونا باشه شاید کرونا نبود الان شما هم نبودی دو آقا ما آخوند رو داریم چل سال تحمل میکنیم کرونا که مثلا جوجه است پهلو شما کرگدن آخوند ج... یعنی کرونا جوجه آخوند کرگدن ما با کرگدن داریم سرشاق آخوند کرونا که کرونا کاریمون نمیتونه بکنه که. وزیر بهداشت واکسن داخلی تا پایان بهار آماده است خب واکسن خارجی که نمیتونی وارد کنیم آقای رئیس کل فرمودن داخلی هم تا پایان بهار خودشون گفتن حاضره پس حالا تا حالا تا 6 ماه دیگه واکسن نداریم این تو فعلا تا 6 ماه دیگه بعد 6 ماه چی بیاد چی بتون بزنن دیگه خدا میتون امیدوارم بعد 6 ماه دیگه نباشن دیگه خودمون بتونیم اصلا اخون نباشه ما اصلا کرونا خودش میره فکر کنم قیمت محصولات لبنی افزایش نمیابد باشه ممنون یادمون باشه قیمت محصولات لبنی ای کاش میگفتی تا کی یعنی یه بار دیگه هم گفتی بنزین نمیره بالا بعد فرداش بنزین رفت بالا حالا امیدوارم نره بالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا قطعی برق را بپذیرید یا استفاده از مازوت آقا چاره ای نیست یه مملکت آخوندیه یاد گرفتن مازوت میسوزونن و این یکی از معضلات بزرگ مثلا تهران شده و دیگه میخواد بگه همینه دیگه هوای تهران همینه دیگه تهش در من نیدی میگفت دعا کنید بارون بیاد دیگه اون موقع یادتونه الان چیش کاش نمیشه کرد دیگه همینه باید یاد بگیریم آخون که داریم اینم روشه هوا هم نداریم ولی خب این هوا آلوده است این هوا سرطان دور از جون تک تکیتون تعارف نداریم با اینکه آدم وقتی اکسیژن نداره تنفس کنه خستگی میاره کلافگی میاره عصبی بیماری همینجوری من میدونم شرایط رو همین جوری زندگی عادیتون طبیعی نیست یه خورما نمیتونید بخرید یه تخم مغ نمیتونید بخرید اصلا میتونید بخرید پولدار بیرون میره امنیت نداری برگردی خونه تو خونه نگرانی نکنه دیوار بپرن تو بچت میره بیرون نگرانی آقا یکی نبردش کرونا نگیره حالا همه اینا به تنگ نفس هم میخوام بکشن مشکل داره دیگه ته ته مثالی که میخواستن بزنن الان رسیدیم بهش در دوران آخوندی چل سال دوم واقعا به سرعت داره سریع پیشرفت میکنه در منفعت آخوند هیچ یا قطعی برق یا مازوت ما آقا همینه دیگه حالا فردا برقتونم هم قطع میکنن دودم هست اصلا فکر نکنید نیستا یعنی دوتاش هم هست نه برق دارید دودم دارید چون حالا شما برق ندارید آقایون برق میخوان اون مسئولین برق میخوان حالا برق شما رو قطع میکنه برق اونا که نمیتونه قطع کنه که برق کارخوناش که نمیتونه قطع کنه که بعد شما فکر میکنید این مازوتا رو من و شما که مصرف نمیکنیم خودش داره مصرف میکنه تو برق مصرف نکن من میخوام برق رو صادر کنم آقا تو برق تو صادر نکن مازوت هم مصرف نکن نه دیگه برق رو باید صادر کنم مردم نباید مصرف کنن ولی بدونید اگر مردم هم مصرف نکنن چیزی از مصرف مازوت کم نمیشه این میفرسته واسه عراق میفرسته واسه هر جایی که مصرف داره وزیر سمت برخی افزایش قیمت ها به خاطر بورس است بفرم من فکر کنم یک سال دارم نعره میزنم شیش هفت ماه خیلی دارم نعره میزنم بفرمایید دیگه خود وزیرشون گو وزیر وزیر خود دولت دیگه خود دولت اعتراف کرد آقا بعضی از افزایش قیمت ها به خاطر بورس هست. خب آقا. همین دیگه وقت دیگه. نمیرم تو داستان بوست دیگه قبلا در این مورد کلان کلان صحبت کردم ولی مسئله بود که من متذکر شده بودم که بالا رفتن شاخص از یک میلیون رفتن دلار به کانال چند بود؟ بیستو داره و یه بار دیگه هم اعلام کرده بودم که آقا شاخص دو میلیونی دلار 27 هفتومنی مهربونشه مهربون تازه بیر رو بیر رشه بعدم حالا قرار نیست بیر رو بیر شن قرار اینا پود رشن در همین دلار الان با شاخص خیلی فا... دلار نزدیک 27 26 شیم دیگه هن حدودن 25 خورده 26 شیم 26... امرو... 25 900 بود دیگه اون 100 تومنش مهمون حمتی خیلی هاتون شاید 26 باید بخریم ولی اون یک و 400 هم نیست این تیکش تو جیب آخوند رفته آخه دو دو تا چهار تا فقط یه ذره حساب بلد باشیم بشینی با نمیدونم یه جایی خوب حساب میکنه مالی یه جایی نمیشینه حساب بکنیم ولی باید بفهمن این مسئولین که مردم ما اهل حسابند دستگیری تعداد ایرانی به زن انجام حملات در دوبی و ابوظبی نگید دستگیری تعداد ایرانی دستگیری تعدادی از عوامل جمهوری اسلامی چند وقت پیش هم یه تعداد از قاچاقچیانشون رو تو ترکیه گرفتن بعد ترکیه گفت که بعد چیز ترکیه اعلام کرد که چند تا ایرانی گرفتیم ایران اعلام کرد که ترکیه چند نفر رو دستگیر کرده که مخالفین دولت بودن خیر که بعدا من از کردم اصلا نگفت اینا مخالفین دولت بودن گفت اینا ایرانی بودن و قاچاقچی بودن و اینا متاسفانه همین بدبختی همینه بدبختی همینه که الان ملت ترکیه فکر میکنن اینا ایرانیان ملت دبی فکر میکنن اینا ایرانیان ملت عراق فکر میکنن اونایی که بوق بو میکنن عکس سلیمانی را میندازن اینا که میکشنشون ایرانیان اینا ایرانی نیستن والا بلا اینا ایرانی نیستند، اینا ایرانو قصد کردن اینا خون ایرانی رو تو شیشه کردن اینا اکسیژن به ایرانی نمیدن تو کجای دنیا شما دیدید ملتش اکسیژن نداشته باشند ایرانی اکسیژن نداره یعنی اون که یزید بود که داره خان بگن یکی که ناجورتر از اون دیگه نیست یعنی در تاریخ از نظر اسلام از نظر آخوندا از نظر آخوندا چون اسلام هم یه سرشون من, سرش من میدونم یزید اصلا دوست دارم از نظر آخوندا هیچ از یزید بدتر نیست که آب و بس روی امام حسین تازه رو هفتاد و دو نفر آب و رو هفتاد و دو نفر بست خیلی آدم به پست و رزلی بود الان اینا هوا رو بستن روی میلیون ها آدم من نمیگم اینا چجور آدم هن. خودتون برید بررسی کنید که وقتی خط نشون میکشه آقا یا همین هواست یا کم مصرف کن یا قطع میکنم با اون یزیدم همین رو میگفت یا بیعت کن یا آب نمیدم ولی بد آدمایی هستید یعنی شما یزید پیش شما محشره باد آدم یزید بذاره رو سرش حلوا حلوا کنه حالا طبق اون داستان ها من که اونجا نبودم بگم چی به چی بود ولی من داستان رو دارم بیان میکنم تو اون داستان که اون خیلی آدم بدی بود شرف داره به شما ها. یعنی شما از یه تارموتون انقدر خباست میباره که در طول تاریخ تمام کسیفی هایی که تا باریده من فکر نکنم اندازه یه تار موه شما کسیف بوده باشه هوا رو رو ملت بریدی هوا رو بریدی هیتلر این کار نکرد چنگیز خان من سر یار رو میبردن میبریدن مینداختن و راحت میشد میرفت اونی که جوی خون را میداد تو جوی خونم را انداختی از خودش را نمیداخت تو از خودت هم را میندازی معرکه اینا خوندا. خب نمکی دمت یعنی نمکی کشورها پروتکل بهداشتی را از ما کپی کردن همه بهش خندیدن من میخوام بهتون بگم راست میگه کشورها پروتکل بهداشتی را از اینا کپی کردن چون بدونید خیلی بدشون نمیاد که کرونا باشه تو کشورشون بنا به دلایلی اصلا نمیخوام حالا برم داخلش ولی خیلی کشورها خیلی کارا رو میتونستن بکنن برای اینکه کرونا منتشر نشه همون اول من بهتون گفتم یکی از دوستان بود که میگفت اول کرونا بود که پرواز مثلا از ایران به اون کشور ممنوع بود چون ایران کرونا داشت مثلا و از چین گفت من خودم از ایران سوار شدم رفتم یه کشور دیگه از همونجا سوار شدم و اون کشوری که از ایران راه نمیداد من از ایران رفته بودم فقط با یه واسطه گفت اونجا اومدم هوری رفتم تو نه کسی چکم کرد نه یه چیزی رو پیشونی گذاشت هیچی و اونا ببخشید گاف که نبودن اونا هم میدونستند را رو ببندی دور میزنه کرونای میاد بخواد میبنده کسی بخواد کرونا نگیره کشورش مثل چین دیدی چی کار کرد چین میخواست کرونا نگیره بست که کسی نیاد البته بعضیا توانایی چین رو ندارن این هم باشه مثلا آمریکا و اروپا به این راحتی نمیتونه ولی باز میتونه یه سری پروتکل ها رو برقرار کنه که به این افتضاحی نکشه ولی حالا ها... پس درسته وقتی کشورهای دیگه میبینن شما چطور آدم میکشید اونام که میخوان آدم بکشن از شما استفاده میکنن بله شما اگه مثلا یه کار مثبتی کرده بودی و تو اون کار مثبت شاگرد اول شده بودی بقیه رو دست کپی کرده بودن حالا باید وسط کف میزدیم ولی تو یه کار خبیسانه ای کردی پروتکل تو چی بود ورود سریع و سیر این ویروس از چین به وسیله سپاه پخش این ویروس در کل ایران از قوم پخشش به سرعت از ایران با عواملت با اصلا یکی میخواست از ترکیه بره چین سپا میبردش اصلا بساتی بود یک ویروس هم اینا از دست ندادن بله کشورها تو کپی میکنن خباستو اینو مطمئن باش مطمئن باش قاسم کتبتت بلند شد رفت عراق گفت بلد نیست آدم بکشی بده من آنچنان واسد میکشم به جای یکی تو با یه تیر دو تا رو میکشم من آدم کشم حالا بفرم امروز با قاسم کترت کار داریم روزنامه اعتماد اعضای دولت روحانی از کاندیداتوری لاریجانی حمایت میکنه خب این حالا لاریجانی اومد یعنی این دفعه خیلی باحاله یعنی این دفعه یه سپاهی که هست احمدی نژاد که اومده اینم لاریجانی چه میدونم دیگه اصلا همه هستن و اصلا کسی نیست که نباش خود رهبرم کم کم میگه آقا منم هستم چی همه من چرا نگم من میگم ما بریم دیگه همه دور هم باشیم ولی من دوباره دارم میگم آقا پالون گرون میشه پالون خر سال آینده قیمت پالون خر آنچنان کم میشه کم میشه پالون من نمیدونم تولید نداره وارد کنید از چین از چین وارد کنید پر ویروس بندازیم روشون رو بفرستیمشون انگشتاش نه بیاد نشون بدن من نمیفهم اون که دیگه میاد انگشتشون نشون میده این دفعه دیگه چه اولاقیه ببخشید اولاق یعنی <قش> نمیدونه هشتاد میلیون دارن فوشش میدن چی گرفته شرفش حالا یکی ممکنه یواشکی دوزکی ما یه همسایه داشتیم اون روزی که رایگیری بود صبح کله سر میرفت رأیشو میداد یه نونم میگرفت میبر رفتم نون بگیرم آقای گوشه آره تو ما فهمیدیم واسه دولت کار میکرد میترسید اخراجش کن آخرم مرد آخرم مرد میبینید ای کاش که انسان میمرد بچه‌هاش هم آدم نشدن بچه‌هاش هم نه درس خوندن نه آدم شدن نه زندگی دارن یه مش آدم خبیثه کثیفه من میشناسمش خودم خودم آدم خوبی بوده ولی ترسو بود یه آدم ترسو هر لحظه میمیره آنم که نمیترسه یه بار میمیره میره راحت میشه دست این دنیا آخوند و کرونا و چیه والا فقط شمایید که ماهید باور کنید خب رئیس اتحادیه مشاوران املاک قیمت هر متر مسکن با بهترین مساله نهایتا چهار میلیون تومن میشود چرا باید هشتاد میلیون به فروش برسه خب این من نمیدونم که آیا بخواین الان شما یه مسکن بسازید واقعا بهترینش میشه چهار میلیون اصلا بهترش کار ندارم آقا با چهار میلیون میشه مسکن ساخت متری نمیدونم ولی اینکه گفته چرا باید هشتاد میلیون به فروش برسد این همون تعیین کردن قیمتیه که اون آقایی که دو دم نافش ریش داشت اون موقعی که پراید بود هفتاد تومن میگفت چرا پراید نود تومنه ببینید این همون قضیه است ببخشید آقا خر خودتی نه یا قیمت تعیین کن یک دو بعد ایشون فرمودن که قیمت مسکن باید 40 درصد کاش بده کنه یعنی دقیقا داره میگه 40 درصدش حبابه ولی من دیروز با یک از بچه‌ها که تماس گرفتم گفت خرید و فروش نمیشه ولی کسی قیمت مسکنشو رو نمیاره پایین محرم ایران خصوصیتشون اینه آقا مسکن دیگه مال خودش نمیشوش ما هر کاش میخوای برو بکن نمیفوشه آقا میذاره باد میره توش نمیفروشه ما یه فامیل داریم 50 سال داره خونش میفروشه نمیفروشه هر وقت سه برابر خریدن خاصه تو ایرانی مگه به افتضاح بکشه دیگه به گوشتگی بخوره اون وقت مفت من خب چند نفر تو ایران می... یه سری از گوشتگی میمیرن مالش رو مفت نمیدن نمیدونم امیدوارم متعادل بشه مردم بتونند بخرند بشینند استفاده کنند مسکن متاسفانه تبدیل شده به یک کالای نمیدونم لوکس انگار ملت با تو جوب بخوابن اونا که شکن فقط مسکن دارن آقا ما منتظریم چه درصدش بیاد پایین اگه واقعا یه مسکنه میشه با چهار میلیون متری ساخت خب واسه چی باید چلتومن اصلا باید زمینشو واسه چی گرون کردی زمینشو ارزون کنید شما زمین مال شما زمین رو ارزون در اختیار ملت بذارید ملت چهار تومن میدن میسازن چرا نمیکنید من اینو نمی متوجه نمیشم دولت چرا نمیاد زمین در اختیار مردم بذاره بگه آقا این زمین رو بیا شما یه عروس دوما دید من این صد متر رو به شما هدیه میکنم سی ساله به من بده قسمت قسمتو بساز بساز بشین توش حق فروختن نداری مال خودته بسازی بشینیش روش اصلا تا زمانی که تو زنده ای بشین تو اینجا ولی اگه زنده نبودی باد بلنشی بچه ها هم باید بلنشن این مال توه تا زمانی که با هم ازدواج کردید با همین جدا هم شدی بلند بلنش این خاصیت چی بکن میتونه این کارو بکنه من فکر کنم چه میدونم دیگه متری چهار میلیون تازه میگفت دو نیم تا چهار میلیون اگه راست بگه نمیدونم اگه راست بگه بالاخره قابل دستیافته طرف میدونه آقا در ماه میتونه یکی دو مترش رو بسازه اگر زحمت بکشه چند سال جمع کنه یه خونه ساخته بهترین راهی که دولت بیاد زمین در اختیار نه زمین تو بیابون زمین در جایی که همه دا امکانات داشته باشه امکانات واسش بذاره خط اتوبوس بذاره بیمارستان پارک دبستان همه شی راهنمایی دبیرستان همه امکانات این یه شهرک این یه شهر بگه عروس تو ماده عزیز این صد متر مال شما تا زمانی که زنده اید هر دو هر کدوم فوت کردید و یکی میتونه بشینه توش ولی اگر جفتی نبودید یا جدا شدید خدافظی میدیم به یه زوج دیگه حتی اگه ساخته باشیش این سبب بشه خونواده هم یه مقدار محکمتر بشن دیگه ازدواج میکنم یک جداشی میسو خونم و دست میدیم پس صف بشین دیگه چرا زمین رو میفروشید به ملت این زمین مال ایرانیه چرا میفروشید به ملت مال ایرانی و چرا یه بچه وقتی به دنیا بیاد با بدوی دنبال یه زن و زمین خود زمینش باید باشه اینم راه اجرا کن اگه چهار میلیونه وقت ببین قیمت زم... ببین قیمت مز... اصلا دیگه کسی قیم مسکن نمیخره کسی همه هم خوش هم هم خوشو درست کنن ساخت و سازم راه میفته ازدواج هم راه میفته را می زندگی ها راه میفته زندگی ها رونق میگیره زندگی ها محکم به هم میچسبه دیگه اصلا اون لازم نیست به اون یکی مهریه بده که زندگی محکم شه جفتشون آن... چون میدونی سر هم مهریه یه وقت دختره سر پسر کلا میذاره الان دیگه هیچ کی سر هیچ کی بذاره عجب زندگی میشه من میام ایران یه بار دیگه ازدواج میکنم با همین همسرم میگم آقا بیا ما یه بار دیگه اینجا ازدواج کنیم صد زمین بگیریم دیگه خوبه دیگه مفت و مسلمه فوقش همونجا توش میکشنمون دیگه خب بعد برخی افراد از کوتاه شدن دستشان از ارز رانتی و فساد آور 4200 تومان در بودجه 1400 ناراحت هستند خیلی جالبه مسئولین میان اعلام میکنن و میگن آقا با این دلار 4200 تومن یه سری دارن رانس میکنن و الان دلار 4200 تومن نباشه اینا دستشون کوتاه میشه خب آقا اینا چرا نمیگیرید من نمیفهمم شما وقتی خودتون میدونید یه سری دارن اینجا فساد میکنن رانس اینا چرا نمیگیرید این رو خیلی روش خیلی قشنگه خیلی شیکه که ما میدونیم یه سری ریشه اقتصاد رو در شما آقا یه حساب بکن دیشب گفتم اگر من قرار دلار چهار دویستی به کسی بدم اصلا پولش ازش نمیگیرم دلاری که امروز 26 تومنه من بخوام به یکی 4 تومن بگم میگم آقا مجانی بردو بار اصلا پولشو نده دیگه این 4 تومن چیه که تو داری میدی آقا یه حساب بکن شما ماشینت 26 میلیون میارزه الان یکی به تو میگه 4 میلیون بده من این ماشینو ببرم آقا میگه آقا واسه ماشینو بر 4 میلیون نده مننت سر من نذار که پول بهم به دادی 4 میلیون چیه این 4 دیویسی همینه کی گذاشتش کی نگرش داشت اینا رو باید محاکمه کنی کیا از رانتش استفاده کردن اینا باید محاکمه شن اموال اینا باید توقیف شه اینا رفتن ملک ساختن رو هم دیگه اینا پولای کشور رو خارش کردن اینا بچه رفتن خارش کازینو را انداختن ببین عزیز دلم ببین سپاهی اینجا میلنگه من کدوم قسمت از این کشور رو به خودم آوردم من کدوم دلار چار و دیویستی گرفتم من کدوم متر از زمین ایران و کسی به هم داده اون چیزی هم که داشتم ازم گرفتید نوش جونتون ولی مردم گناه دارند نگو همش راه داره یه ذره چشممون باشه یه ذره حس کنیم انسانیم یه ذره آقا حس سوپرمنی تو دون وجود نداره که بگو آقا من بلنشم یه تکونی به این مملکت بدم یه اسم و واسه خودم واسه آینده درست کنم یه ذره بچم بهم افتخار کنه چقدر مثل کرم اینجا بلولم تو لای ریشای آخوندا واسه یه لغمه آشغال که دهنشون میفته من تو ریشش بخورم شما اینطوری داری زندگی میکنید دیدین یه پیوونایی هستن بوی بد میدن کسی بهشون نزدیک نمیشه از از خوشون محافظت میکنن با این بوی بد پاسدارا بسیجا اینایی که دارن از آخونده محافظت میکنن همین بوی بدن اینا دقیقا توی وجود کثیف آخوندی که با خون ملت به حساب بکن یه خونی بریزه یه جایی چهل سال بمونه چهل سال خون ریختید از خودتون و مردم این خون گندابه شده بوی تعفن گرفته خودت نمیفهمی چون چهل سال خودت توشی ما رو داره خفه میکنه کسیفی هوا رو ببین تو به مردم اکسیژن نمیدی برو رو به یزید نماز بخون یعنی آخوندا نباید رو به خدا نماز بخونن رو به کعبه با رو به یزید نماز بخونن چون یزید خدای واسه شون یزید معرکت یزید گناهی نکرده یزید آب و رو هفته دو, نفر بس اونم دعواشون بود آقا مردم ایران دعوایی با کسی ندارن که هواشون رو بستن هوای چند میلیون نفر بسته شده اکسیژن شما آب سه روز نمیخوری اصلا یه روز نخور سخته و نمیره آقا هوا دو دقیقه نفس نکش مردی اصلا غیر قابل مقایسه است نمیخوام مثالهایی بزنم که چطوری میشه از آب به جای آب یه چیزایی استفاده کرد ولی هوا رو هیچ کاریش نمیشه کرد حالا این خبر رو بشنوید تم آقا برجام تموم شد برجام خدافز برجام پر برجام خدافز برجام تموم شد من همیان بود این دوتا خبر رو بشنوید اتحادیه اروپا قنیسازی 20 درصدی خروج از برجام است و سلام نامه تمام دیشروز هم گفته بودن میخوایم قنیسازی 20 درصدی کنیم امروز اعلام کردن قنیسازی 20 درصدی آغاز شد خب قنیسازی 20 درصدی آغاز شد اتحادیه اروپا هم گفته قنیسازی 20 درصدی خروج از برجام است آقا این منطق داره میگه برجام تمام شد خدافظ برجام حالا تو آقای بایدن بیا قدم روچش داره اگه اومد ببینیم میاد حالا دو, ورق کاغذ داره میاد در مورد بایدن هم یه مسئله هست امشب بیان میکنم پس این هم هست قاعدتا برجام تموم شد اصلا نذاشتند که برسه به اون که یه وقت اون بگه بیاید برجام هم. یعنی یه کاری میکنن که اون اول از همه با تانکاش بایستاده پشت خطه یا موشکش رو میبینیم یه موشک اومد بایدن روش نشسته هم اونا دستش راحت میشن هم جنگ را میندازن یه وقت این ترام بایدن رو گذاشت روی موشک و انداخت سمت آخونده خب خدا نکنه اونم یه پیر مرد فریب خورده دیگه ببین پیر شده نمیفهمه گذاشتنش رو مسخرش میکنن گناه داره مسخرش نکنید مثل خامنه ای آدم نگاش میکنه الان دیگه او یه زمان آدم کثیفی بود الان نگاش میکنه ریشای شلختی اصلا اون چیچی پوشیده بود اوورکوت پدر بزرگش بود عبا چی بود مثل گونی چورو کثیف اصلا نابود یعنی آدم دلش می اخماش رو هم با خداش داره هم میزنه خدا خاک بر سرم کردی این پیری خرید چه به سر من آوردی آدم واقعا کفاب میشه واسش که اینقدر بدبختن و درس می میترسه نمیره بدبختی که چند سال روم کردی دست میمیری از این کسافت نجات پیدا میکنی بماند که یه کسافت تر میذارن سر جات ولی خودت حداقل یه ذره کمتر فوش میخوری الان ببین خمینی دیر به دیر فوش میخوره ولی تو یه سر سر فوشی بچه ها چقدر بی غیرت هم. زن زن چقدر یعنی خونوادت کلا غیرت نداره وگرنه نگه آقا بس سیر شدیم ترکیدیم یه ذره آخر عمری حیثیت واسه بیاره بیارا دهن تو به من نمیخواد با این ریخ یعنی من اگر با همچین لباسی میرفتم بیرون زنم دیگه تو خونه رام نمیداد <تصفح> چی پوشیده بود خجالت نمیدونم نمیکشه بعد نشونش میدن تو کل رسانه که این رهبر مسلمین جهان یه اوتو نکشیده به این لباسش که اون رفیق جونجوریش مرده الان با هوریان داره تو بهشت این اینجا حسرت بخوره لباسش چروک اون دیمپای پارش همون بود دیگه بدبخته بدبخته بدبخته, بدبخته یعنی یزید رو میبینی یعنی یه روزی تو تاریخ یزید میشه معرک این میشه سردست یزید هست. این رو خمینی رو هم سفید کرد چون خمینی حداقل اقل آقا کسی جورت نفس فقط آدم کشت این هم بیشتر خمینی آدم کشت هم مدت بیشتری موند هم افتضاحات بیشتری به بار آورد هم بی‌حسیتی اون تا بیهستیت شد کشتنش ولی این یه اصلا قهوه ای سر تا پا عبا شده دیدی این عباش قبلا سفید بود یا بود قهوه شده اصلا فکر نکنید رنگ عبا بود رنگ عبا نبود این که این چون ببین این خوش شده بود تو آفتاب خلاصه مجعد شد بوگ کسافتش از تو دوربین می اومد وای, وای 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 خب پس این هم از برجامشون ایشون هم کم کم فکر کنم این کارو کرد بلکه نمیره میتونی میاد بمیره چون اگه برجام بخواد دوباره برگردن به برجام یعنی خدافظ آقا آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه از داوطلبین حال سه داوطلب اول خوب است خداش خداش ان سری دوم بزنن اونام خوب بشه ما که خوشحال میشیم ولی من اعتماد به شما ندارم حالا اینجا روزنامه دنیای اقتصاد واکسن کرونای روسی در ناصر خسرو هزار یورو واکسن کرونای روسی من نمیفهمم من اصلا کار به هزار یوروش ندارم این واکسن که اصلا من نمیفهمم آمریکاییش چند دلاره این چرا هزار یورو شد بعد من اینو نمیتونم بفهمم پس این روسیه که از کجا سرتیفیکیت کی مجوز داده میشه بگید کی مجوز می این داده مجوز از کی گرفته چون دختر پوتین زد شد مجوز یعنی خیلی مملکتمون گل و بلبله محرکه مه... مه... است که واکسن خودش دنیای اقتصاد زده بله واکسن کرونا روسی در ناصر خسرو دمت گرم رد پای کرونا انگلیسی در کردستان مبارک باشه کردستان ایران حالا فردا میگن نه اون نبوده حالا ولی قطعا هست مگه میشه نباشه اصلا نباشه میرن میارنش دعوت اصلا نیاد به زور میارنش یعنی شما اصلا شک نکن که اینا میرن به زور میارنش اصلا مطمئن بود اون چینی ندین چی کار کردن که نشست به تخت یک لباس بیشتر به پوش تا بی برق و گاز نمانی بله آقا لباس ببینید من کار به این قضایی ها ندارم من با این مسئله مخالف نیستم آدم باید تا میشه در استفاده از منابع صرفه جویی کنه منو ببینی لباس گرم پوشیدم نشستم میتونم شوفاج روشن کنم شوفاج روشن نمیکنم اینجوری راحتم میتونم بله یه رکابی بپوشم شوفاژم هم روشن کنم ولی این منابع این کشوره که باید پول بده بخره این منابع از کجا تامین میشه بعد این آلایندگی هایی که به وجود این به هر صورت هر چی که مصرف کنی همون گازش هم که مصرف کنی هوا رو آلوده میکنه این اصلا یه مسئله دیگه است بله این فرهنگ باید جا بیفته که ایرانی تو زمستون خونش آتیش نباشه بعد حالا در پنجره رو باز کنه یا خونش آتیش نباشه حالا یه لباس گرم بفوش ولی به حد راحت زندگی کن نه اینکه ب... ما قراره راحت زندگی کنیم قرار نیست سخت زندگی کنیم و البته بهتون بگم بله ما ایرانیم ما ترکیه نیستیم ترکیه منابع نداره ما منابع داریم من نمیخوام بگم این حرفش درسته این حرفش زمانی درسته که گاز داره برقم داره خط نشون هم نمیکشه میاد و تلاش میکنه که فرهنگ رو جا بندازه میگه ببین برادر ببین خواهر ببین پول داری گازت هم ارزونه برقت هم ارزونه ولی پولم داری مشکل مالی هم نداری تلاش کنیم که اینا رو کمتر مصرف کنیم برای که هوامون رو کمتر آلوده کنیم برای اینکه منابعمون رو تموم نکنیم بذاریم واسه نسل آینده هم بمونه اینطوری اگه مطرح من قبول دارم ولی اینکه آقا نپوشی من برق رو قطع کردم گازت هم قطع میکنم این این آدم ناراحت میشه اینو باید تو فرهنگمون بذاریم که زمستون یه مقدار بیشتر بپوشیم و یه مقدار به هر صورت دمای خونه رو اجازه بدیم با تابسون فرق کنه همین فقط نه اینکه بچه ها اذیت چند خودمون اذیت چیم یخ بکنیم نه به خاطر پولش به خاطر منابعش به خاطر سرمایه ملیش به خاطر هوامون همونطور که میگم آدم جایی میتونه پیاده بره بهتر پیاده بره سوار ماشینش قرری بره. بره این وره قرری این آلوده میکنه هوا رو آدم بهتر که اگر پول داره ماشینی بخره که هوا کمتر آلوده کنه همه اینا چیزهایی که واسه خودمونه جای خودمون رو داریم کثیف میکنیم خودمون اینجا میخوایم زندگی کنیم فردا بچه میاری گوگلی گوگلی بعدا میذاریش توی ببخشید میذاری میرا لاقل آشغالدونی رو تمیز کن لاقل آشغالدونی رو کثیفتر نکن اینجوری دارم میگم اینجا رو ما آقایم بزنیم از بچه همون بریم کثیفترش دیگه نکنیم اگه تمیزش هم نمیکنیم. ولی این جریان اصلا فرق داره این نشون کشیدن این بی به مردم این کاری که فقط بلده بکنه حالا این خبری که امروز بعد از ترکید آقای کره جنوبی فکر کردی پول به ایران میتونی ندی کشتی تو میگیره تازه شانس آوردی دو تا کشتی از ژاپن زد کتلت کرد تو حالا کشتی تو فلان گرفته دود میکنه کشتید آلوده میکنه کشتید بیخود کرده که آلوده کرده اینجا کسی میخواد آلوده کنه فقط آخون غیر آخون هیچکی اجازه ی آلوده کردن این منطقه نداره من یه چیزی میگم ایران باید اقتداری داشته باشه خلیج فارس باید اینقدر تمیز باشه ایران باید انقدر تمیز باشه که کشتی های مهمان که دارن عبور میکنن خاموش کنن پارو بزنند از بس میبینن تمیز رفتی خونه بعضی ها اینقدر برق میزنه آدم نشینم یه جا کسیف شد چه میدونم میخوای یه چیز بخوری خیلی مرا یه جا اینقدر کسیفه که میخوای خودتو به جای نمالی ایران اینطوریه من عکساشو دیدم نمیدونم شما دیدید مثلا شمال کشور رو مرز کشور ما رو با یه کشور شمالی نگاه کن تیکه ما آشغالدونی اون تیکه تمیز هواگ ما افتضاع آب نداریم اصلا نظافت که اصلا کلا ولش کن جنگلمون که آشغالدونیه میخوام اینو بگم ما باید فرهنگمون طوری باشه باید انقدر تمیز باشیم که اصلا کشتیه میخواد رد بشه خودش خاموش کنه بگه این تیکر رو پارو بزنید اینجا کثیف نشه آبرومون بره دیدید مثلا یکی اومده یه جا رو تمیز کرده یه کریدور رو تمیز کرده حالا با کفشتون میخواید بیاد کثیف بشه جاش مونه خجالت میکشید من تو سربازی و تو زندان از این چیزا دیدم البته خب یه بار شدن مثل آخونده هستن حالا حالاف میرفتن احساس خیلی لاتی هم میکردن ولی خب یادم آدم با جنم اونجا بود یک نره سرش میکشید آخونده رنگش رنگ لباسش میشد رنگ عبای خامنه ای اون موقعی که داشت نماز میت میخوند خودشو جمع میکرد دفعه بعد حواسش هم بود دمپایش تمیز بود یا دمپایش میزوش رو سرش پیاده میرفت حالا میخوام بگم ما باید اینطوری برخورد کنیم ولی اینا اصلا جریان این نیست جریانی که آقا تو پول نمیدی به ایران حالا کشتی تو میگیرم آدمت میکنم جریان اینه جریان کثیف میکنی نیست اگر نه بیا کثیف کن اصلا اینجا بود کثیف شد تو هم مهمون هر کی میتونه کثیف کنه پاشه بیاد کثیف کنه اصلا اینجا ما اومدیم رو کثیف کنیم کمک برسونید ولی پول با اخون ندی اخون اذیت میکنه اون دفعه کی بود شینزو آبه بود آب شینزو بود اومد نشست پیش رهبر چون دلا نشد سرش نخورد زمین دو تا همون موقع نمیدونم اتفاقی دو تا دونه کشتیاشون ژاپنی هم بودن اتفاقی اتفاقی ترکید یادتونه من یادمه الانم یه دونه کشتی فلان از کره گرفتم پول نمیدی به آخوند تا همچی از پولت میکنم که دو تا پول حالا ببینید داره دشمن تراشی میکنه حالا یعنی کم کم همه میگه آمریکا میگه آقا بیا اذیت میکنی شر آزار میده دشمنی درست کردن با بقیه کاری نداره الان تو دنیا میگن ایران این کار کرد هیچ نمیگه آخوند این کار سپاه کار کرد میگن ایرانی کار کرد اصلا شاید میگن حق با ایران بوده اصلا فرض کنید حق با ایران بوده ولی یه بچه شیطون هر خرابکاری که بشه میدازن گردنش حتی یه بار درست هم بیاد میدازن گردنش اینا انقدر بومیدن که هر جا بوبیا تقصیر ایناست تمیز کن خودتو آقای پاسدار بیا بیرون از رای ریش کثیف آخون این آخون رو ولش کن بذاریم مملکت رو بسازیم اون وقت اصلا کشتی خودش جرأت نداره کسیف بیاد بره اینقدر اینجا افتضاحه که واسش مهم نیست افزایش 6 و 8 همه درصدی شاخص اجاره ها در فصل پایز من نمیفهمم این چه جریانیه ملک داره میاد پایین پچه اجاره داره میره بالا بازارش اینجوریه یکی میره بالا یکی میاد پایین <laughs> چطوره ملک داره میاد پایین اجاره داره میره بالا بعد یه سوال دارم پاییز و زمسون کسادترین زمان ملک دیگه چون کسی بخواد ملک جابجا جا کنه تو بهار قرارداد میمنده تو تابستون جابجا میشه مخصوصا توی کرونا کسی تا بتونه جابجا جا نمیشه من یه دوست خودم داشتم اجاره خونه رو باور کنید سه برابر کرد که نخواد جابجا شد تو کرونا میگو من نمیتونم جابجاشم میترسم من نگران مادرمم نگران خونوادمم پس میخوام اینو بگم الان سادترین شرایطه اصلا کسی جو چی, چی شده که پس 6 و 8 دامه رفته بالا با اینکه ملک هم داره میاد پایین آقا آخو... خیلی من دیگه بال ملت با ملت با یا باید نبوده برق را بپذیرن یا اینکه ناچارین برای مدت کوتاهی مازود سوخت شود اصلا همه خبرهایی بود بله آقا یا برق نداریم یا مازوت داری خیلی یا لباس به پوش خفه شد خره همه اینا رو همه ولی دوباره دارم میگم آقا شما چه مصرف کنی چه مصرف نکنی همینه که هست این مازوت دیگه هست هوا هم همینه که هست ولی من میگم شد که کاری به این نداشته باش تو فرهنگ مصرف تو بالا ببر نه به خاطر آخوند رو فرهنگ مصرفت کار کن ولی با این شناخت که آقا من کمتر مصرف میکنم آخون بیشترم دود میکنه اون چیزی هم که من کم مصرف کردم میبره واسه میفوشه توفه میکنه میان میزن شیکمت ولی فرهنگ تو تو این قسمت که تقویت میکنی تو قسمت های دیگه هم تقویت کن که کم کم آخونده ببینه علی مونده و حوزش یعنی کرونا یه چیزی رو به ما نشون داد یک ضرب علیموند و حوزش کرونا به ما نشون داد چیزی که ما نتونستیم عمل کنیم فقط کافیه آخوندار رو زیرش نوول کنی یه ویروس به تنهایی نمیتونه دوون بیاره آخوند ویروسه حالا یه کانالی هست بچه ها ما سما فرستادن دو اهم اخبار فرست نمیده اهم اخبار اینو زده یا نه ولی پورت داره خبر میفرستن واسه من فرست فرستادن بچه یه کانالیه به نام سیغه حلال و این کانال سیغه حلال هشتاد و شش هزار نفر هم توشن بعد یه چیزی هم توش نوشته خلاصه یه نفر رو بهش معرفی کردن و آقا هم اومده میگه دمت گرم و چه خوب بود و چه هیکلی و چه زیبا و چه لذتی بردیم و واقعا ممنونیم آقای فلانی از این خانومی که یعنی انگار مثلا دوچرخه رو داده یه دور سوار شده میاد میگه عجب دو بود مرسی دقیقا در همین حد داره نگاه میکنه به یه نفر حالا این کانال برداشته عکس سلیمانی و زده و زیرش گفته مثلا آقا شهادتت مبارک یا همونن دقیقا این کانالا اگر فکر میکنی به از مال سپاه کاملا در اشتباهی بعد میگن اگر سلیمانی نبود داعش میمد به ما تجاوز کرد آقا همین یعنی الان به ملت تجاوز میکنید کانال بود همین پای روز نمیدونم گندش در اومد اهم اخبارم زد بعد خودشون جلوشو گرفتن مثل اینکه هیچی یه خانومی دختر بچه های زیر پونزده ساله رو به ملت میداد آقا داعش هم همه کارو میکنه شما خونده همین کارو کردید دختر بچه ده یازده دوازده ساله بیا دختر دارم مال خونواده یکی نه بعضا من میگم خب آقا طرف میبینه آقا این خونواده نداره خب کمک کش کن آقا تو یه میفهمم تو چه حس مردونگی آخه تو چیه مردونگی به اینه که آدم مردونگی کنه آخه مردونگی یعنی که چون یه دختر نداره و ناتوانه من حاضر بشه تنشو بفوشه من نمیفهم پس عشق چی میشه پس لذتش چی میشه پس این لذت باید مثل حیوان باشه فقط بعد اصلا به حیوان هم این لذت رو نیبره یعنی من فکر نکنم حتی حیوان هم به بالغ نشده خودش این کارو بکنه بلوغ و ما که انسانیم بعد نگو بچه یا نه بالغه ما انسانیم انسان بلوغ فکری میخواد فقط بلوغ جنسی نمیخواد اینا حیوانم بفرما بعد کتلت سلیمانی هم تبریک گفته صد درصد بچه یه ده, ده ساله اجاره میدن از خانواده های ناتوان پدر مادرش هم راضیه بله اینا آدم های خودتونن بله دیگه نه سرمون نذار که اگر سلیمان نبود داعش ترتیب هممون رو داده بود شما ترتیب هممون رو دادید بفرما بفرما منو اون نداره اون دخترم یه ایرانیه این دختر که مثل دو چرخه در موردش صحبت کردن هیچ تفاوتی به خانواده من نداره تو ایرانی نیستی من ایرانیم این کارو سپاه داره با ام. بعد تو کانالش عکس سردار سلیمانی هم میزنه و تبریک هم میگه نه تبریک نگفته شهادتش گفته. گفته نمیدونم چی بگم اصلا نمیدونم بعد دیگه منت سر ما نذارید اصلا منت نذارید هرگز داعش نمیتونست این کار با ما بکنه هرگز داعش نمیتونست این کار با ما بکنه لاقل پدره می جنگی تا بمیره نه پدر خودش دختر رو بده تو این رو کردی جمهوری اسلامی تو کاری میکنی که پدرای ما دختراش رو تقدیم کنند مشکل تو من هزار بار نه سلیمانی سلیمانی این سلیمانی که هزار بار گفتم اگر سلیمانی نبود داعشی نبود سلیمانی قبل از داعش بلند شد رفت و شروع کرد به کشتار سوریا قبل از داعش اصلا داعشی نبود داعش مثلا کاری با ایران نداشت داعش اصلا ایران نمیخواست بیاد داعش تمام داستانش این بود که میخواست یه گنجینه طلا رو خالی کنه بلند شد رفت گنجینه طلا رو خالی کرد دیدیدم رفت یه سری از آثار باستانی عراق و زد مال بابل بود یا آشور زد له کرد نشون دادن که اینجا رو له میکنیم و اگر نه یعنی داعشون چنان اینترنتی داشت که ما نداشتیم من نمیفهمم هم. همین یعنی الان عراق هم چه اینترنتی رسانه داشت که ما نداشتیم واسه چی همه خارجی توش بود اینا متخصصینشون بودند عین متخصصین ما که میان لطف میکنن اونام دارن میگم اینا یکی هند. فکر نکن اینا فقط جمهوری نه اون اکیپی که جمهوری گذاشته عین جمهوری همه جا داره داشت پاشو تو ایران نمیذاشت داشت اصلا کار به اسلام نداشت اومد اسلامو خرابتر کنه دید انگار طالبان نتونست خوب خراب کنه انگار ایران هم داره به درست اسلامی بسازم سر ملت رو آنلاین میبرید اسلامی ساخت خب بعد هم اصلا کچ کرد داعش اگر میخواست عراق گرفته بود کچ کرد رفت اون بر اون بر کار داشت بعدم تا اونجا رو خالی کرد تمام شد یه چهار تا شلوخ کردن داعش تموم شد داعش دیگه نیست هست ولی هم آدم های هم اینان دیگه یه سریان که باید ازشون ترسید یه سریان که هر وقت سر یکی ببرن بیان ببرن بعد بگن داعش کرد در صورت باید ناامنی باشه باید مردم ترس و وحشت داشته باشن ولی سلیمانی بلند شد رفت اونجا نزاشت که مردم سوریه دولت خوش رو کنن بعدم نزاشت که مردم عراق دولت خوش رو کنن و بعد نزاشت که مردم ایران حکومت خوش رو کنن همه رو رفت کشت دلارامون هم که ورداش رفت داد به بقیه حالا این نیست بعدی میریدی اصلا مهم نیست دخترامون رو پس اصلا منت نذارید سرمون اصلا منت نذارید سرمون که هیچ فکر نکنم تایلند الان اینطوری باشه بابا تایلند طرف حداقل بالغ شده حداقل دلش میخواد شغلشه دورش رو دیده بلده نه یه دختر بچه اون افتخار میکنه این کارو میکنه نه اینکه طرف شرم کنه و این کارو به زور باهاش بکنن و ببین چه روحیه‌ای درست میشه واسش واقعا متاسفم واسهتون واقعا یعنی شماها یزید رو باید بپرستید اون جدی دارم میگم همون نسبتی که مردم عادی دارند نسبت به مثلا امام علی یا نسبت به یه آدم خیلی محشر تو دنیا یه سری امام علی رو میپرستن یه سری آقا مسیح رو میپرستن یک از محمد رو میپرستند. میخوام نسبت رو بگیرم نسبت یه آدم عادی یه آدم عادی به یه آدمی که همه میپرستنش حالا شما نسبت به آدم عادی اگه باشی اون باید یزید باشه یزید خداست پیش شما یزید کاری نکرد خب به زودی هم که لایو اینستاگرام گفتن فیلتر میشه نمیدونیم بشه نشه حالا یه دیگه پیدا میکنیم دیگه یه سوال دارم چیز اسمش چی ایرانیه که مثل یوتیوب میمونه عجب یادم نیست یه دونه هست ایرانیه مثل یوتیوب میمونه اونم لایو میشه توش گذاشت یه میدونم اگه میشه گذاشت نمیدونم اگه راحتید بعدا میریم اونجا شاید اصلا اگه الان رفتیم اونجا حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم یه نظر بود میخوام بگم نگران نباشید ما ایرانیات استاد اینجور چیزهاییم این اینور رو ببندم میریم اون و مگه تلگرام رو نبستم چی شد چی نشد بیشتر شلوغ شد یه ذره درد سر داره ایرانی جماعت میخواد وارچه یه دونه پروکسی رو سیستمش هست یه ذره درد سر داره و رد ما از پس هر کاری برمیه احمدی نژاد یه گفتگوی داشته گفتگوی سمیمی بعد این گفتگو سمیمیش این بوده نشسته رو زمین خیلی صمیمی شده دیگه <تص> یعنی آدم به مسخرگی این مگه بگیم حسن اصلا عین اینا مسخره شما پیدا نمی کنی که بشنه بیر رو بیر تو چشه نگاه کنه دروغ بگه به این خوشگلی گند زده سر تا پا مملکت میشینه حق به جانه برد میزنه فیلم کنه بند خدا راست میگه باور کنید مریضن یعنی بیمار روحی هند اینو نگاش کنی یه عمر تو سرش زدن یه عمر بهش بی احترامی کردن ای شده این رهبر رهبرم همینطور رهبرم یه اون تو حتی همین دوره آخونده رو تو سرش میزدن خود آخونده تو سرش میزدن خود آخونده آدم حسابش نمیکردن دوره افتاد به دستش پوست همه رو کند دیدید با نفر دوم مملکت چیکار کرد کردید؟ قاسم رو چطوری کتلت کرد خود کسیفش کرد آدم دوم نمیتونه به, کنار خودش ببینه میترسه آدم دوم میترسه چون خودش هیچی نیست یه آدمی که هیچ چی نیست یه کوچولو ببینه میگه این کوچولو میاد جای من رو میگیره نه 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 من اینجا رد دست نمیدم طوری نیست ابام قهوه‌ایش ریشم قهوه‌ایش ریششو دیدی این احمقا شده آقا کوتاه کن چیه اینه پشم خر حیف خر اینجور اینجوری اینجوری ای اصلا اون حسن لاقل به ریشش میرسه برسید به ریش این بز نه بعد وقت خب این خبر گوش بدید ته حقیقت در زمان تحریم برای مبادله هر یک میلیارد دلار 150 میلیون دلار هزینه میکنیم بله فکری کردی واسه چی میخواین تحریم باشه واسه اینکه تو هر یک میلیارد 150 تو بذاری جیبتون آ به میگم اگر تحریم نباشه سپاس کجا میخوره آخوند از کجا میخوره تحریم نباشه حساب کتاب داره دولت مبادلات انجام میده همه رو با بانک مرکزی و به هر صورت مؤسسات که کارشون اینه چک کنن و پول باید بیفته تو جریانی که هست حالا نه پول باید از اون جریانی بره که سپاه میخواد و بعدا بله 150 پنجاه میلیون دلار میخوره تو یه میلیارد تازه مهربونه رو تو داری میگی یه وقتی دی سد و پنجاه میلیارد تو داری میگیری از یه میلیارد من اینطوری میبینم برعکس فکر میکنم گفتی یعنی اگه یه میلیارد دلار باشه 850 و پنجاه میلیونش رو سپاه میذاری جیبش 150 میلیون میده به دولت میگه بگیر و خرج خود اونم خرج ملت نمیگه خرج خودشون میکنه حقوق کارمندشون میشه واسه چی با تحریم باشه خب همین با تحریم باشه دیگه که اینا بتونن لفت و کنن و اگر آقا به این سپاه چی کار میکنه این هنری سپاهی به من بگو سپاهی اگه دزدی نکنه آدم نکشه از کجا میتونه نون بخوره هنرش این آخو هنرش یه بیل بده دستش ببینم میتونه خیار بکاره یه جوجه بده دستش ببین یه کدومشون میتونه اینو بزرگ کنه یه دونه تخم بذاره همچون هرگز ندارن اینا گدازادن تو به گدازاده میدونی وقتی مقام بدی پول بدی خفه میکنه خودشو فکر کردی چطور میتونستی یه ملت رو به جایی بکشونی که اکسیژن ندارن مصرف کنن غیر از گدازاده و آخوند و سپای خودفروخته هیچ دیگه نمیتونه این کارو بکنه برای اولین بار در تاریخ آمریکا ها این هم خیلی جالبه ببینید الان این آقای بایدن که میخواد کم کم بیاد سر کار یه معاونی داره این معاونش تو سنا داره کار میکنه خب این اگر معاون بایدن بخواد باشه باید از سنا استفا بده و بیاد بیرون خب هنوز استفا نداده این چی؟ یعنی هنوز خودش مطمئن نیست که بایدن انتخاب میشه میترسه انتخاب نشه میگه پس بذار این صندلی ما از دست ندم وگرنه یعنی قبلی ها تا این موقع تا آمده اومده بودن بیرون و رفته بودن داشتن کاراش میکردن خودش آماده میکرد ولی این از صفر نشسته رو صندلیش میگه ممکنه نشه نکنه نشه این یه, یه پالس مثبت واسه طرفدارای ترامپ ولی خب هنوز رو برق کاغذ بایدنه قوی هم با کامل بایدنه اصلا انگار خود بایدنه ولی خب میگم سیاست پدر مادر نداره ولی این به حسا خبری بود که قابل توجه بود و خیلی وقت دارن میگن گفتم در باشن اونایی که نمیدونن حالا من الهی فدای تک تک دون بشم که اینقدر خوبید اینقدر گلید من وقتی که به خودم میبالم همیشه گفتم چون هیچ رسانه یا نمیتونی پیدا کنی که چنین یوزرهایی داشته باشه واقعا میگم هم باسوادید هم آدم حسابی هستید هم با معرفتید اصلا معرکید وقتی این پیامو دیدم اینقدر کیف کردم که حساب نداشت چون خب دیشب در مورد پتروشیمی حرف میزدم پتروشیمی میموننسن. بعد یزد دلی واسم یه پیغام گذاشته معرکه تک تک تو من دیدم مثلا یه نفر خلبانه واسه پیغام میفرسته یه نفر مثلا پزشک پیغام میفرسته یکی رو ناف کار میکنه پیغام میفرسته خدا رو شکر از همه جا هستید و هم یکی از یکی معرکه تر یکی از یکی با کلاستر یکی از یکی فرهیخته تر فدای تک تک دون بشم الهی پتروشیمی گاز استفاده میکنه و تبدیل به مواد پتروشیمی میکنه در حقیقت ورودیش گازه خروجیش مواد خروجیش مواد پتروشیمی پالشگاه نفت خام وارد میکنه خروجیش مازوت بنزین و بنزین ماشین ها ماست و میوانات گازی ممنون از شما ممنون از اطلاعاتتون و اینجا تازه یه دریچه دیگه رو به ما باز کردی پس زمانی که گاز به پتروشیمی نمیدن پس یعنی پتروشیمی کلا خروجی نداره پتروشیمی داره گاز میگیره که خروجی بده بعضی یعنی که پتروشیمی خروجی نداره بعد یادتونه که اصلا ارز کشور با پتروشیمی بود من یادمه سال 96 اصلا پتروشیمی بود میومد عامل پتروشیمی بود من دلار میداد من یادم اگه شما یادتون نیست همین الان هم یکی از سورسای قیمت پتروشیمیه که پتروشیمی دلاراشو داره مثلا به فلان قیمت و فلان قیمت میده یعنی وقتی گاز نمیدونم چرا گاز اصلا نمیتونم من حالا هر کی فهمید به منم بگی که اینا چرا گاز ندارم ما من... یعنی تحریم سبب شده خب ما که گازمون رو نتونیم بفروشیم بابت تحریم که باید بیشتر داشته باشیم یا اینکه نه انقدر دارن میفروشن که دیگه به مصرف خودمون هم نمیرسه که یعنی حماقت محض خب آدم اول یه چیزی میخواد بفروشه مثلا میخوام بگم من نونوایی دارم همه نونا با که نمیفروشم نون واسه خونم هم نگر میدارم اینا یعنی همه نوناشون رو میفروشن گوش نمیرن خونه بله صد درصد آخون هم چیکاری میکنه یا نمیدونم ت... چون تحریمه اینا مواد اولیه ندارن دستگاهاشون خراب خوابیده من نمیدونم چرا این کشور یه دفعه این چنین خلع گاز توش به وجود اومد و وحشتناک از آلودگی هوا مشخصه یا شاید عمدیه شاید عمدیه و مراقب خودتون باشید این پیج تنها پیج مسقاله مسقال اندرلاین کام به غیر از این پیج هم پیج دیگه ای نداریم و این ویسش توی ایار 24 سیف میشه ایار 24 هم واسه تون گذاشتم توی استوری آی جی دیوی هم سیفش میکنم شب شما بخیر مراقب خودتون باشید میتونید تشریف ببرید بخوابید من یه ذره میذارم باشه که ویدیو تا آخر زفت